Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه دیگر در زیر آسمان پاریس. هفته گذشته انجمن دفاع زندانیان سیاسی و عقیدتی بزرگداشتی داشت برای قربانیان حادثه کشتار سال 67 که واقعا کلمه عنوان این فاجعه رو نمیتونه برسونه، حدی که شاید در تاریخ دو سه قرن گذشته جای مقایسه نداره. متاسفانه آنقدر در این باره گفتنی گفته شده که هر چقدر هم گفته بشه باز نمیتونه عمق این فاجعه رو نشان بده. انجمن دفاع زندانیان سیاسی و عقیدتی که تفکر چپ بر اون حاکمه، خوشبختانه دیدگاه‌های وسیع‌تری داره و اینکه هر کس با هر عقیده و مرام سیاسی که داره جانش و عقیدش محترمه و این انجمن بازگو کننده صدای آنها در وسعت بین‌المللی است. نشستی رو که میبینید انجمن دفاع زندانیان سیاسی شنبه گذشته برگزار کرد، کامل اون رو میتونید در روی سایت در نشانی که همکنون مشاهده میکنید از هر دری سخنی در سایت تلویزیون ایران فردا ببینید. گزیده هم به طور گذرا در این برنامه کوتاه زیر آسمان پاریس. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران پاریس امسال 24مین نشست یادبود کشتارهای جمهوری اسلامی و نقطه اوج اون کشتار تابستان 67 رو برگزار می‌کند. در این 20 چند سال گذشته انجمن با امکانات محدود خودش رو محدود خود از همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، از همه کسانی که به خاطر عقیده و مذهب و اعتقاداتشان مورد آزار و شکنجه و تعقیب قضایی و امنیتی قرار گرفتند، دفاع و حمایت کردند. در این راه کوشش کردید با انجمنها و تشکلات مترقی و به ویژه فعال در امور انسانی و حقوق بشر همکاری کنید. در سالهای گذشته به مناسبت تجلیل از فرهنگ مترقی و به مناسبت سالگرد فرهنگ‌های موسوم به زنجیره‌ای یادمان‌های ویژه‌ای برگزار کرد. ما در دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی هیچ اولویتی قائل نبوده و از همه زندانیان دفاع کرده و در شرایط خاصی برای حمایت از کسانی که به جمهوری اسلامی نه گفته و میگویند تظاهرات و گرد همایی برگزار کرده. سالها پیش برای ایجاد امکاناتی جهت به محاکمه کشاندن سرای جمهوری اسلامی به اتهام قتل، کشتار و شکنجه و به ویژه ارتکاب جنایت علیه بشریت با کشتار جمعی زندانیان سیاسی که حتی نمیبایست دستگیر هم میشدن، اقداماتی انجام دادیم که متاسفانه با موقعیت رفعیت کامل روبرو نشد. در این زمینه از مبارزات خانواده های بازماندگان جنایت ها و زندانیان برای دادخواهی پشتیبانی کرده ایم و پشتیبانی می کنیم. کشتار تابستان 67 با توجه به مندرجات اسناد بین المللی از مصادیق بارز جنایت علیه بشر است. باید در این زمینه همراه با خانواده ها و بازماندگان قربانیان جنایت های بیشمار جمهوری اسلامی بر تلاش خود بیفزاییم. این مبارزه از مبارزه بیوقفه برای لغو حکم اعدام جدا نیست. ایران اسلامی قهرمان اعدام و شکنجه در جهان است.
سازماندهی فعالیت‌های انجمن بدون همکاری و همیاری و حمایت شما و آزادی خواهان امکان پذیر نیست. ایران شاهد فعالیت‌های زنان و مردانی است که در هر گوشه و کنار کشور برای احقاق حقوق خود به پا خواسته‌اند. از زن و مرد، دانشجو و کارگر، معلم و روزنامه‌نگار، نویسنده و رنجبر، همه با تلاش‌های آزادی‌خواهانه حکومت اسلامی را نشانه قرار داده. این مبارزات و مقاومت‌ها به اشکال مختلف در سراسر کشور، از خراسان تا مازندران، از بلوچستان تا خوزستان، از فارس تا آذربایجان، از اصفهان تا کردستان، همه جا را فرا گرفته است. باره امیدی است که با تشدید سرکوب و خفقان حکومتی روبرو شده و می شود. در نتیجه وظیفه ما سنگین‌تر است. گرامی با یاد همه خونخفتگان راه آزادی و عدالت برای لغو حکم اعدام، لغو شکنجه و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی به ما یاری کنید. مثل هر چیز، کار سیاست کار هنر است. من با شعر شروع می‌کنم. بشر خبردار شد. اول به نام آتش و ساقی، برادری، برابری، آزادی. دوم به نام عدالت و شادی، یگانگی، پیام آبادی. بشر خبردار کنید، حوصله در کار کنید. سوم به نام یار دلشفتار، نگار عشق دل آزار. چهارم به نام هیچ فلک افکن، یاد لوچی بربط زن. بشر خبردار کنید، حوصله در کار کنید. از اینکه وقت گذاشتید، آخر هفته خودتون رو اختصاص دادید به شرکت و نرگویی، به یکی از وجیه‌ترین کشتارهای تاریخ سیاسی خونبارمیهنمون، سپاسگزار شما هستم. و نیز سپاس از دوستان برگزار کننده که این کار رو برای من و ما و همگی ما فراهم آوردن. برای تمامی شما روزگاری به سامان آرزو میکنم. مراسم های سالانه یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و نه تنها تابستان 67 که برای تابستان 67 و هنجار جنایت در حکومت فقها هاست، یه آیین پسندیده است که با تمام ایرادات واقعی نهفته در آن که شاهدش هستیم، اگه نه در هیچ چیز دیگه که در آبیاری نهال حافظه و نشوندن یاد و حافظه به جای فراموشی و مقابله با خوره فراموشی بسیار مؤثر واقع شده و سهم به سزایی از این آبیاری نهال حافظه نیز متعلق به خانواده چپ و این رنگی کمانی که در واقع ازش آشنا هستیم با سازوکارش. در پاییز نامه هایی رو به خانواده ها میدن و یا با تلفن خبر میکنن که برای کسب خبر به کمیته های چندگانه میانی در تهران قرار داده بودن، 13-14 تا منطقه رو، هر کس به هر منطقه که نزدیک بود. از صبح اون روز پاییزی تعداد بسیار زیادی از خانواده ها میرن جلوی این کمیته ها. امید به تمومی رهبر نبسته. بعضی از خانواده ها با سند و قباله منزل به کمیته ها مراجعه کرده بودن. بعد از مدت ها انتظار یک نام خونده میشه، یک مادری به داخل فراخونده میشه، لحظاتی بعد با یک کیف سبز ارتشی که بدخط اسم بچهش روش نوشته بوده پاسپورت خیابون یکی میشه. از پشت این پرچین تابستون جهان ما رنگ وداع داشت. هیچ تصویری شبیه شمایل شقایق نبود. من از برجا میخوام که یکی از این کیف هایی که دست من رسید رو متعلق به همزه شقایق بدن. یکی از اون کیف هایی که تحویل یکی از خانواده ها میدن. شماری از اون خانواده ها
بیش از یک ساک نصیب بردن. بهکیشا 5 تا، ریاهیا 3 تا، رضای جهرومی ها 4 تا و اینطور. این حکایت تحویل ساک ها باید سکته های ناقص و کمر راست نکردن مادر ها و تازه این ساک ها نصیب خوششانس ها شد. بعضی ها اصلا هیچ گونه ساکی دریافت نکردن. تاره شده تابستونتون، یعنی فصل تعطیلات با صدای لاستیک کامیونای یخچالدار شروع بشه و بوی سدر و کافور به مشامتون بکشین. 31 سال این بچه های زنده مونده از جمله من نیمه جان جان به در برده، اون خواب و هولناکی شد نتونستم با هیچ خاطره این کاف بزنم و هیچ تابستونی برای من تابستون نشد. از این منظر تابستون کشی 67 که یکی از اصلی ترین ویژگی هاش همه کشیه، یعنی به تقریب تمامی جریانات سیاسی و سهم خودشون رو از مرگ دریافت کردن در تابستون 67. این همه کشی دو وجهیه، یه وجهش مربوط به کشتاره، یه وجهش تمامی جناهای درگیر حکومت، از اون چیزی که ما دیروز چپ مسلمان میشناختیم و امروز به عنوان اصلاح طلب ازشون نام میبریم تا بقیه جریانات. قسم جان نه مشکلی نه تیز کردن شمشیر انتقام کسان فاقدش هستم و ندارمش، فقط تیز کردن حافظه است. چون زمانی که اصلاحات زمین گیر شد تو دوران خاتمی، یکی از دلایلی که اصلاح طلب رو مطرح کردن گفتن این بود که ما در بوده مقننه دعای کروبی رسید قوانین رو که تصویب میکردیم یه اولیم تو قوه مجریه که خاتمی بود میخورد به صد قوه قضاییه، نمیذاش قوه قضاییه. این تابستان 67 یه مرور که بکنیم برای تیز کردن حافظمون، تقریبا ساخت قوه قضاییه و تیم امنیت به تمامی دست اصلاح طلبای امروز و چپای مسلمان دیروزه. Oh.
دیدی خود زندگی تو رنگ آواز جوانه هم تپش با متن سرخه شعر خورشید شبانه زندگی کن زندگی تو هم نفس با روح بارون زندگی از جنس لحظه روی پل باری
دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده، نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. با تو خوانده‌ام